آنجا که رچهای کلمها را دمیدن خورشید با آبی سرخ آبیاری می کند. اینک شامگاه است و شبنم روی گزنه ها می درخشد. من در راه ایستاده به بیدبونی تکیه دادم. پرتو ما تمام بام من را روشن می کند. آواز بلبل را از دور می شنوم. هوا ولرم و ملایم است، چون نزدیک بخاری در زمستان و درختان قان کاملا راست، مانند شمع‌های بزرگ به پای ایستاده‌اند. و در دور دست، در آن سوی رودخانه، در کنار بیشه ها، شبگرد خواب آلوده جغجغه اش را تکان می دهد. یسنین در زندگی نامه خود می نویسد: من پسری هستم روستایی. در 21 سپتامبر 1895 به دنیا آمدم. پدرم به علت تنگ دستی و داشتن چندین فرزند مرا در سن 2 سالگی به پدر بزرگ مادریم که زندگی نسبتاً مرفهی داشت سپرد. او 3 پسر داشت که تقریباً تمامی کودکی من با آنان سپری شد. در میان کودکان دهکده همیشه سردسته آشوبگر بودم و تنم غالباً پر از خراشیدگی و کوفتگی بود. به خاطر همین شیطنت‌ها مادر بزرگم مرا سرزنش می‌کرد، اما پدر بزرگ مشوقم بود. به مادر بزرگ می گفت: نادان، آزادش بگذار، این زد و خوردها او را قوی تر خواهد کرد. پدر بزرگ یسنین تیتوف مردی بود باهوش، بزدگو، خوشمشرب و نیک سرشت. بچه ها را دوست داشت و برایشان قصه می گفت و لالایی می خواند. شبها با سرگئی کوچولو می خوابید. از اونجا ماه در میان پنجره شیروانی دیده می شد و سرگئی می پرسید: پدر بزرگ، چه کسی ماه را به آسمان چسبانده؟ پدر بزرگ بیدرنگ جواب می داد: فدوسئی ایوانوویچ. و بعد سرگئی می پرسید: ایوانوویچ کیست؟ و او جواب می داد: کفاش است، آدمیست گنده. 3 شنبه به بازار خواهد آمد و من او را به تو نشان خواهم داد. خانه های کوچکم با پنجره پوش های آبیش را هرگز فراموش نمی کنم. هنوز در سالهای پرواز کرده در شب به من نزدیکند. بارها تا این دم خواب مزارع، جنگل ها و چمنزار های پوشیده از خاکستری و آسمان های پایین و لرزان من را دیدم. دیگر وجدی ندارم، از مرگ و فراموشی می هراسم. اما جان غمگین و مهربان روسیه را در خود جای می دهم. دورناهای سیمینی که در دور دست می خواندند دوست داشتم، چون در مزارع ما چیزی برای خوردن نیافتند. آنها فقط بیشه های درختان قان و بیدبون های پرپیچ و تاب و بیبرگ را دیدند. تنها فریاد تبهکارانی را شنیدند که کارشان کشتن است. زادگاه من، زمانی هم که کوشیدم دوستت نداشته باشم نتوانستم. افسوس،
آری، در این مه عزیزی. به خاطر همین روزهای با شکوه گذشته هنوز هم در من می درخشند. خانه کوچکم با پنجره پوشهای آبیش را هرگز فراموش نمی کنم. یسمین طبیعت و موطن خود را با تقدسی واقعاً فرزندی ستایش کرده است. قنای رنگ‌هایش که نشانگر عواطف و احساسات اوست، ما را به یاد نقاشی‌های شاگال می‌اندازد. تصویرهایش کاملاً شخصی و برگرفته از واقعیت‌اند، نه از پندارهای شاعرانه. اما تصویرگرایی او دیری نپایید و به سرعت به سنت پوشکین و رئالیسم شاعرانه بازگشت. آوارگی یسمین در شهرهای اروپا و احساس غم غربتی عمیق برای زادگاه و خانوادهش او را به بلبلی تبدیل کرده بود که در قفس زندگی نوین پر و بال می‌زد و سرانجام این روح حساس و پرآشوب پس از گذراندن دوره‌ای پر اضطراب و آسیم سری در شب 27 دسامبر 1925 به زندگیش پایان داد و این شعر آخرین سروده او در آخرین شام حیات است که بسیار در روسیه آوازه یافت و در میان مردم تأثیر گذار شد. بدرود عزیزم، بدرود. تو اینجایی در سینم، این جدایی مقدر به ما نوید دیدارهای آینده را می دهد. بدرود دوست من، بیان که دستها را بفشاریم و حرفی بزنیم. غمگین نباش، خم به ابرو نیاور. در این زندگی مردن چندان تازگی ندارد و زیستن نیز دیگر چیز تازه‌ای نیست.